خیالی ندیدم و اصلا باورم نمیشد که یه نفر انقدر بی وجدان باشه. حاضر شدم بند لباسم گم شد، داریم دیر میرسیم. سلام بچه ها، چطورید؟ به ولاگ تدارکات عروس خوش اومدید. آقا ما دیشب تا 7 صبح بیدار بودیم، الان هم با داداشم اومدم یه ذره خرید مریض کنیم واسه مراسممونو. لباس عروس رو الان تازه گرفتیم، بریم میوه و شیرینی و نارم بگیریم فعلا تا اینجا کار داشته باشید. خودم بکن عروس، قراره که سینی مزه و نار درست کنم، ولی از مراحلش که سر صبح میذارم ببینیم چی میشه. داماتی که تو ماشین عروس داره غذا میخوره چیه؟ یارو بگیر مادر داماد، بگیر مادر داماد و خاله داماد. خاله داماد. آره بچه ما غذا رو اومدیم تو ماشین بخوریم، بریم حاضرشیم که حرکت کنیم. سلام علیکم، بالاخره رسیدیم به اینجای ولاگ که منتظرش بودین. بالاخره من حاضر شدم، بند لباسم گم شد، داریم دیر میرسیم، بریم اونجا ببینم چه خبره. کی اومده؟ آقا سلام دوباره، میدونم الان توقع نداشتید منو اینجا ببینید، ولی یه کوچیک بعد توضیح میدادم بهتون که چی شد اینجا، که اصلا من ولاگ گرفتن اینا رو اصلا یادم رفت. فکر کنم من صبح ساعت 10 اینا صبح عروسی با فیلم بردارم هماهنگ کردم که بره، چون خیلی اصرار داشت که بیاد سالون رو ببینه چجوریه، میخواد چجوری فیلم برداری کنه اینا. گفتم که باشه تو برو سالن رو ببین، مثل اینکه رفته بود سالن بسته بود حالا برگشته بود خونه. بعد من گفتم که خب اوکی دیگه درگیر کارا شدیم. ساعت 6 من رسیدم دم سالن، هر چی بهش زنگ زدم دیدم جواب تلفن منو نمیده و اصلا باورم نمیشد که یه نفر انقدر بی وجدان باشه که شب عروسی طرف بپیچونه نره. مثلا به فکر نکرد که خب کی الان از مراسم من فیلم بگیره. خلاصه که از اینجا اعصاب خردکنی من شروع شد دیگه. من زنگ زدم به صاحب سالن، گفتم که کسی رو میشناسی که بیاد الان فیلم برداری، حداقل ورود من اونجا فیلمشو بگیره، چون خودم خیلی میشناختم، خیلی فیلم برداری خفن میشناختم، ولی خب دیگه با این بسته بودم کسی هم نمیومد اون موقع شب. که گفتش آره و یکی اون شب برای ما اوکی کرد، حالا تا یه جاهای فیلم گرفتن ازمونو این تا اینجا دیگه، برید حالا خودتون بقیه ولاگو ببینید. من عروس به این بیخیالی ندیدم، منتظر مهمونات باش، بهشون زنگ بزن هماهنگ رو داره کلاف بازی میکنه. دست گل قشنگی، به به عروسیتون مبارک باشه. مرسی.